در حالی که هرات به گفته رئیس شورای ولایتی این ولایت در وضعیت بد امنیتی به سر میبرد، امروز در یک مراسم ویژه عبدالرؤوف ارغندیوال با عنوان فرمانده پایگاه 207 ظفر در زون غرب تعیین شده است. آقای ارغندیوال در اولین سخنرانیش در پایگاه 207 ظفر اطمینان داده است که در راستای مهار ناامنی به ویژه تأمین امنیت شاهراها تلاش خواهد کرد. مبارزه در برابر دشمنان مردم افغانستان، در برابر تهدیداتی که متوجه زون غرب است، در برابر دسایس و توطئه‌هایی که امور رقیب مویس مقام سردرسیز فرمودن خارج از مرزهای افغانستان متوجه کشور ما است و دنبال منافع کلان خودشان هستند، ما در برابر این تهدیدات از اجنه و سعی و تلاش با همکاری شما قهرمانان و دیگر همسنگرانم که در لوژ ایستاده هستند دریغ نمیکنم. در مراسم معرفی فرمانده جدید پایگاه 207 ظفر، معاون ستاد ارتش افغانستان نیز حضور داشت. اقبال علی نادری، معاون ستاد ارتش افغانستان، در این مراسم گفته است استراتژی دشمن مبنی بر ایجاد حکومت موازی با حمایت استخبارات کشورهای منطقه ناکام شده است. ما خانواده اردوی ملی که تا 20 سالی که ایجاد شدیم، انکشاف یافتیم و جنگ را در مقابل دشمنان مردم افغانستان، دشمنانی که به دستور استخبارات بیرونی جنگ‌های تحمیلی را بالای مردم و سرزمین ما را اندازی میکند، پلان‌های استراتژی شوم و وحشیگری خود را در بیرون از افغانستان پلان گذاری کرده و میخواهد که در افغانستان او را مورد تطبیق قرار بده. فرمانده جدید پایگاه 207 ظفر در حال تقرر یافته که کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات انگشت انتقادش را به سمت مرکز نشانه گرفته است. اگه واضح میخوایم که امنیت داشته باشه هر ولایت به خصوص هرات، پس باید در این زمینه بسیار شفاف و واضح باشه که کسانی که طریق رقابت آزاد یا استعداد و لیاقت داره باید باشه. بیشتر ناامنیایی که در هرات به اوج خاریسته که قابل تحمل مردم هرات نیست، همیشه شاهد سرقت های مسلحان هستیم. اینو از کجا است؟ عوامل اصلی همی است جناب امام سبلوی دستیز. امیدوارم که پیام رو به مسئولین برسانیم و بگیم که دلیل ناامنیار موضوعات دیگر نیست، اولین موضوع همی است. در این حال اداره محلی هم ضمن آرزوی موفقیت برای فرمانده جدید پایگاه 207 ظفر، خواهان در اولویت قرار گرفتن تامین امنیت ولایت هرات شد. خواهش ما از جناب قماندان صاحب جدید تقرر جناب تورن جنرال ارغندیوال است که طوری که مومن صاحب فرمودند، یک پدر مهربان زحمتکش برای منصوبین خود باشند در سطح قول اردوی ظفر، یک هماهنگی لازم با ارگان های مختلف داشته باشند. این اظهارات در حال مطرح می شود که دامنه ناامنی ها در ولایت های غربی افغانستان افزایش یافته است. همکنون نیروهای دولتی در حالت دفاعی فعال قرار دارند، اما حملات پیکارجیان طالب به این نیروها همچنان جریان دارد. ضمن این طی یک ماه گذشته به گفته یه رئیس شورای ولایتی هرات، بخشی از ولایت های غربی کانون توجه این گروه بوده است.